داریوش اقبالی خواننده سیاسی قبل از انقلاب توی کنسرت ونکوور کانادا به شاهزاده رضا پهلوی توهین کرد و شخصیت اون و پدرش محمد رضا شاه پهلوی رو زیر سوال برد و با لحنی تون شاهزاده رضا رو خائن خوند و بهش توهین کرد. و گفت من داریوش کبیرم و میخوام که رهبر مردم ایران بشم. مدتی بعد این شاهزاده رضا بود که با حرفای تند و برندش پاسخ دندان شکنی به حرفای داریوش داد. از طرف دیگه محمود قربانی همسر سابق گوگوش هم ساکت ننشست و افشاگری های تندی در مورد داریوش انجام داده که در ادامه بهش میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. اگر هنوز هم عضو کانال ما نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید تا به محض آپلود ویدیوی جدید زودتر از بقیه مطلع بشید. ماجرای توهین داریوش خواننده به شاهزاده رضا پهلوی از کنسرتی که در ونکوور کانادا برگزار شده بود شروع شد. داریوش توی این کنسرت با لحنی تند و کنایه آمیز از شاهزاده رضا پهلوی و اپوزیسیون خارج نشین انتقاد کرد. حتی به شاهزاده و خاندان پهلوی توهین کرد که این حرکت با واکنش تند طرفداران شاهزاده رضا پهلوی توی فضای مجازی و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. واژه خائن سنگینه، بار سنگینه، ولی چقدر منفعت شخصی. بعد از توهین‌های عجیب و جنجالی داریوش به شاهزاده رضا پهلوی و زیر سوال بردن شخصیت ایشون و پدرش محمد رضا شاه، حالا شاهزاده با حرفای تند و برنده جواب کوبنده به داریوش داد و از اقدامات سیاسی خودش دفاع کرد و گفت نقش خودم رو به عنوان یک حامی مردم میدونم نه یک پادشاه و از ضرورت اتحاد بین مخالفان حکومت صحبت کرد. شاهزاده رضا پهلوی اوایل سال 2023 یک ائتلاف 4 نفره به اسم منشور همبستگی و سازماندهی راه اندازی کرد که تلاش‌های ضد جمهوری اسلامی رو هماهنگ و تقویت بکنه. اعضای اصلی این ائتلاف شامل شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی بودند. ولی از همون ابتدا مشکلات داخلی داشتند و حامد اسماعیلیون به دلیل اختلاف نظر با شاهزاده رضا پهلوی از ائتلاف خارج شد. بعد از به هم خوردن این ائتلاف اپوزیسیون شاهزاده رو به چشم نابود کننده آمالشون دید. مدتی بعد هم داریوش بدون اینکه اسم ببره به شاهزاده توهین کرد و اون رو خیانتکار خوند. شاهزاده هم در جواب گفت که خانواده‌ام همیشه از داریوش حمایت کردند ولی الان همون آدم‌ها دشمن درجه یک ما شدن. و در ادامه گفت من دنبال تاج و تخت پادشاهی نیستم و میخوام از مردم ایران حمایت بکنم، ولی این روزها بعضی ها دارن خط و نشون میکشن و میخوان که جای من رو بگیرن. از طرف دیگه محمود قربانی همسر سابق گوگوش ساکت نموند و گفت داریوش همیشه دشمن خاندان پهلوی بوده و هست. به خاطر محمد رضا شاه کینه های زیادی توی دلش داره. محمود قربانی در ادامه گفت داریوش میخواد از محمد رضا شاه و پسرش انتقام سختی بگیره و حتی وقتی محمد رضا شاه مرد باز هم قلبش آروم نشد. داریوش همیشه منتقد سرسخت حکومت پهلوی و بعد از اون هم انقلاب اسلامی بوده. اون از موسیقی و صدای خودش استفاده کرد تا به سرکوب ها و نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه و توی ترانه هاش به آزادی، عدالت و دموکراسی اشاره کرده. داریوش با گروه های اپوزیسیون و فعالان حقوق بشر همکاری داشته و از هر فرصتی برای بیان دیدگاه های سیاسی خودش استفاده میکنه. شاهزاده رضا پهلوی توی سخنرانی اخیرش گفته واقعیت اینه که در برابر افرادی این چنینی باید سکوت کرد. افرادی که به ظاهر دوست ما هستند و از پشت به ما همیشه خنجر میزنند. از دوران پدرم تا کنون که من هستم همیشه حمایتشون کردیم و سعی کردیم حامیشون باشیم. پدر من و خانواده‌ام نقش موثری توی موفقیت اونها داشتیم. اما حالا همین افرادی که ما دوست خودمون میدونیم دشمنان درجه یک ما شدن. الان جلسه برگزار میکنن و برای من جانشین تعیین میکنن و در خیال خودشون فکر میکنن هنری که دارن جایگاه من رو به خطر میندازه.
من رضا پهلوی سلطنت طلب نبوده به فکر تاج و تخت پادشاهی هم نیستم. من میخوام از مردم و ایران حمایت بکنم. اما این روزها افرادی هستن که برای من خط و نشون میکشن و علاوه بر جایگاهی که دارن چه در عرصه هنر و چه در عرصه های مختلف سعی بر این دارن که جایگاه من رو تصاحب بکنن. من مشکلی ندارم. اگر این افراد فکر میکنن که مردم اونها رو به جای من قبول میکنن به میدان بیان. این شما و این مردم. شاهزاده رضا پهلوی با منتشر کردن یک پست اینستاگرامی اعلام کرد داریوش اقبالی خیالات عجیبی در سر داره و فکر میکنه که میتونه رهبر مردم ایران بشه. از طرف دیگه همسر خانم گوگوش آقای قربانی هم در افشاگری‌هاش اعلام کرده و گفته من که داریوش رو بزرگ کردم و توی پیشرفت اون سهم بسزایی داشتم، اون به من خیانت کرد و با مادر بچه‌م خوابید. اون به بهروز کثافت و نامزدش پوری بنایی خیانت کرد. اینا اصلا غیرت ندارن و مثل خوک میمونن. اگه اینا کنار هم باشن هم به همدیگه رحم نمی کنن. معلومه که به شاهزاده رضا پهلوی هم رحم نمی کنن. محمود قربانی در ادامه صحبتاش گفت واقعیت اینه که داریوش همیشه دشمن خاندان پهلوی بوده و از محمد رضا شاه پهلوی کینه های زیادی توی دلش داشته. اون میخواد از محمد رضا شاه پهلوی و پسر شاهزاده رضا پهلوی انتقام بگیره. بعد از مرگ محمد رضا شاه پهلوی هم قلبش آروم نشد. اون کینه های زمانی رو داره که محمد رضا شاه پهلوی داریوش اقبالی رو به زندان انفرادی انداخته بود. به خاطر اینکه داریوش اقبالی مفسد جامعه شده بود و جوانان مردم رو منحرف میکرد. الان هم که بالای 70 سال سن داره، باز هم میخواد مردم رو به بیراهه بکشونه و گمراه بکنه. این آدم هرگز درست بشو نیست و فقط میخواد خیانت بکنه. اون فکر میکنه مردم نمیفهمن و سرشونو عین کپک کردن زیر برف. اما مردم باید بدونن که این آقای خوش صدا و در ظاهر یک هنرمند باطنی شیطانی داره. اون میخواد خودش به سلطنت برسه و رضا پهلوی رو از بین ببره. واقعیت ماجرا اینه که افرادی مثل اون هستن که به خودشون اجازه میدن به شخصیت رضا پهلوی و خانوادهش توهین بکنن. داریوش اقبالی همون آدمیه که حتی به مادر خودش هم رحم نکرده. مادرش در استان زنجان زندگی میکرد و حتی یک بار با اون تماس تلفنی هم نگرفته بخواد احوالشو بپرسه. قلبش واقعا سنگ شده و فقط به فکر پول در آوردنه. الان هم ادعا میکنه که سفیر سلامت و ترک احتیاط شده. اما معلوم نیست پشت صحنه چه کارهایی داره انجام میده که بعدها قرار گندش در بیاد. داریوش، من محمود قربانی بهت میگم برو خودتو جمع کن، وگرنه خودم جمعت میکنم. دوستان خوبم، ممنونیم که با لایک کردن ویدیو و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید لطفا کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. در ادامه دعوت میکنم که ویدیوهای پیشنهادی روی صفحه رو تماشا بکنید.